ادامه لحظات شیرین شما و میلیون با همکاری عزیزی بانک، عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه و شما رو زیادی از بیننده های ما فیلم سنگ صبور دیدن و کتاب او را خواندن، رمان او را مطالعه کردن، شعر او را سرودن. چی شد؟ چهار گزینه را انتخاب کردن اشتراک کننده های ما در سوال چی؟ سوال چی است؟ بیارید سوال. سوال دقیق شد. وقت دارید سوال دوباره بیارید؟ آینه آمد. سنگ صبور با عنوان یکی از آثار معتبر عتیق رحیمی برای نخستین بار در کدام فرمت خلق شد؟ کتاب داستان، فیلم سینمایی، رمان، شعر. ما به شما زمان دادم. شما چهار گزینه رو انتخاب کردید. حالا من یکی از گزینه‌ها رو از شما میگیرم. پول زیاد نگیری. بله. چیزی گفتید شما؟ نه خیر. دقیقا. به خاطر چی؟ چهار دلار انتخاب کردیم با سه دلار. اینکه. بسیار. اینی دوتانش میفته. چرا؟ خب اینی پول را از روی کتاب داستان من از شما گرفتم به دلیل که شما حق انتخاب چهار گزینه رو نداشتید. شما چهار گزینه رو انتخاب که من یک گزینه رو گرفتم. حالا من به شما زمان میتم از همین سه گزینه‌ای که پول روی آن مانده، اگر دوست دارید پول‌ها را تغییر تبدیل بکنید. پیسا خلاص شده دیگه. کدام؟ پول. از شما خلاص شده. به شماست. چرا؟ بله، چرا؟ بله. دلم زیاد سرت بد خورد و آخر برنامه ایسا چه گپ میزنیم دورایش هم ما هستیم کتان. خب 375 هزار فیلم سینمایی، 150 هزار رومان، 100 هزار همشه همین امی پولا سعیست. نمیخوایی تغییر بدید چیزی را؟ تغییر بدید. تغییر بدید؟ بسم الله بهش برید. سینمه سینی الله. نه سعیست. خب بانه دیگه زمانتان خلاص است. زمانتان خلاص است. زمانتان خلاص است. زمان خلاص شد. چه رو دست دادی؟ بانی سر جایش. بانی سر جایش لطفا. آها بیارید دو تا استعداد ما بازم چهار گزینه رو انتخاب کردن. من کتاب داستان رو بازم از شما گرفتم. من در مجموع حدود 1,000,000 افغانی تان رو گرفتم. خب جواب رو ببینیم. شعر سنگ صبور عتیق رحیمی رو باز کنید. بسیار. شعر سنگ صبور از عتیق رحیمی نیست، یا حداقل فیلم چیز نبود. کتاب داستان هستم. اینی پول. پس ما برتان میتوم، اما اینی ها را دیگه برتان نمیتوم. چیه گرم و گرومی میکنه ای؟ اینی ها را برتان دیگه نمیتوم. خب امو رو هم بانین دیگه شو باز بکن. اینی پولو از شما میخواید چی کنید؟ سر رمان میمانیمش. سر کتاب داستان. کتاب داستان چند نفس اشاره میکنم که نیست. 3, 2, 1 بفرمایید. رمان میتونیم سر گزیلان بانیم؟ بله. نه با سه انتخاب نه خب سه دانه است دیگه. سه دانه است. دو دانه پانی؟ زود دیگه زود که زمان نداری دیگه. من خیلی زیاد دارتان وقت. یک دانه. بسیار خوب. شما باز هم دقیقا چهار گزینه رو انتخاب کرد. اینا من یک گزینه رو میگیرم از شما. میفهمی من میخوایم چی کنم؟ من میخوایم شما رو زود خانه روان کنم. نه کار نکنی. والا اگه در بیرون کار کنم اقا خشت بایان رو بالا بردم که ما پیسه هم اندازم. خب کتاب داستان صفر شد. 25 هزار افغانی روی فیلم سینمایی و مابقی پول 450 هزار افغانی بر روی رمان. حالا دانه دانه باز کنیم که این سوال خیلی طولانی شد. نکنید چک چک. فیلم سینمایی رفت. کتاب داستان یا رمان در رابطه با سنگ صبور میخواستیم بدانیم. باز کنید.
خب چون با سر پیسه مانده من یک بار دقیق ببینم. دو، چار، شش، هشت، ده، دوازده، چارده، شانزه، هجده، هجده، میشه 450,000 نه؟ اونجاست. 450,000 افغانی در برنامه مانده، دو سوال رفته، چهار سوال دیگه مانده. حالا سوال سوم که معمولا چالش دشواریست. طویل یا دراز؟ مردش یکیست. دراز. طویل. دراز. انتخاب شد. آلمان، انگلستان، فرانسه، اسپانیا. سوال ما، درازترین پل آبی اروپا در کدام کشور است؟ پل آبی اروپا، حالا از لحاظ دریا ببینید، از لحاظ رودخانه ببینید، از لحاظ تکنولوژی ببینید، از لحاظ قدرت مهندسی و انجینری ببینید، بعد از او انتخاب کنید گزینه‌تان را. آلمان، انگلستان، فرانسه، اسپانیا. فرانسه. کدامش مطمئن؟ فرانسه همراه آلمان. اسپانیا و انگلستان نیست. انگلستان نیست نه؟ اسپانیا. انگلستان و فرانسه یا آلمان. اسپانیا نیست. سه، دو، یک. 60 ثانیه. فرانسه نه؟ دیگه سر آلمان رو میدون دانم آلمان نه نمان سر آلمان آلمان نخواد باشه. من براتون پیشنهاد میکنم کمی بیشتر فکر کنید. بعضی اوقات همان کشوری که فکر نمی کنید جواب درست هست، همان جواب درست هست. بعضی اوقات این گونه است. خب من سر انگلستان. شما آمدید یک حرکت انجام بدید بعد گفتید نه او رو انجام ندید. من یک رقم شدم. اسپانیا. یک دوباره یک تونه دیگه من. آلمان. آلمان نیست. بیش از حد روی فرانسوی ها حساب کردید. سلام. چندان توفه هایی نیستن فرانسوی ها. یکی از گزینه ها رو تغییر بدید. یکی از گزینه ها رو کامل تغییر بدید. چه کردن با پولشان؟ ما درازترین پل آبی اروپا در کدام کشور هست را نیاز داشتیم. آلمان است، انگلستان، فرانسه، اسپانیا. راستی به نظر شما طولانی ترین پل قاره سبز یا همان اروپا کجاست؟ اگه آسیا را میگفتن حتما پل محمود خان بود دیگه. اگه آسیا را میگفتن، اگه میگفتن که نیم کره چتورکایی زمین، خب حتما میشد کته سنگی. کسایی که در کابل زندگی کردن پل کته سنگی رو بلد هستن. خب نام خدا پل زدند، زیرش گفتن لاری تیر نشه، بخدا کته پل بند میشه از زیرش که تیر شه. پل زدن به اندازه چیز. وقفه کوتاه، برگردیم ببینیم در اروپا کدامش است.